سلام ها چطورید من فردیکسم و خیلی خوش اومدین به ویدیو مهممون راجع به توییچ و استریم داستان توی توییچ از کجا شروع شد اصلا چی شد که توی توییچ فعالیت تو شروع کردی من عاشق رینبو سیکسم و موقعی که ریمبوسیکس سیکس اومده بازی آنلاین بود من دیدم که یه سری استریم میکنن و موقع دوستای سمین خب استریم میکردن اون بازی و دیدم که چقدر باحاله که هم همینطور که میتونی بازی کنی میتونی استریم هم بکنی و مردم لذت ببرن و اون موقع بود که مردم بهم گفتن آقا چرا استریم نمی‌کنی بازیاتو و منم گفتم مرسی الان استریم می‌کنم و استریم کردم براشون و کلی خوششون اومد اولین بارم دسامبر 2018 یعنی پنج سال پیش من اولین رو گذاشتم و اون شد که عاشق استریم شدم و استریم کردن ادامه دادم چند سال ادامه دادی و چقدر واچ تایم داشتی توی تایمی که استریم می‌کردی هم که می‌بینید من بچا 5 سال میشه دیگه پنج سال چهار سال و نیم میشه تایم استریمم نزدیک 281 هزار تا فالوور داشتم البته این فالوورها تا تایم یعنی 14 ماه پیش حساب میکن چون از اون موقع دیگه فالووری نتونستم بگیرم نزدیک 3800 ساعت استریم که خیلی عدد زیادیه و بقیه چیزاشم هست دیگه 867 روز متفاوت من لایو گذاشتم واسه مردم و این آمارم بود دیگه واچ تایم هم, هم که 4 میلیون ساعت مثلا من ساعت های استریم من بودن از 6 میلیون هم توتال ویوی چنل هم بوده توی تایمی که توی تویچ فعالیت میکردی چه اتفاقی برد افتاد چه دستاوردهایی داشتی؟ الویت بزرگترینش بود که توی تیم آمریکایی جان شدم به مدت 8 ماه اونجا بودم و خب کانتین کریاتور اولشونم بودم ال لازم ما رو توی استریم روی تویچ بعدش به خاطر مشکلاتی که ایران و آمریکا و اینجا داستان داشتن قرارداد رو یه طرف پسخش کردن نمیتونستم با هم کاری بکنن چون منم تو ایران بودم و بعدش هم که شد ایکس ری تیم که دیگه واژه همکاری تیمی راجع به استریم و گیم رو توی پخش زنده رو تونستیم ما همه با هم لانچش بزنیم و کلی دستاوردهای بزرگ به دست آوردیم توی این داستان از جمله رکوردای فالو رکوردای ویو رکوردای لایو خیریه و این چیزایی بود که خب خیلی واسه با ارزش بودن میخوای اول توضیح بده که چی شد که بند شد من بچا پار می پارسال میشه نزدیک 14 ماه پیش تو خونه نشسته بودم خواب بودم و ساعت 3 یه ایمیل برام اومد که 1800 دلار از توییچ شما خرید شده یعنی ایمیل پیپال اومد گفت خرید شده 1800 دلار با اکانت توییچتون یه یعنی نفر اکانت توییچ منو هک کرده بود من رفتم ایمیل زدم به ساپورت و بعد از یه هفته بهم پولو برگردوندن و هفته بعدش من بند شدم یه ایمیل برام اومد گفتن که تو داری یا اکانت یکی دیگر رو استفاده میکنی یا این اکانت فروخته شده یا مال یکی کس دیگه است و منم سن بودم که چی شده اصلا نمیدونستم باید اصلا چی کار کنم اولین کاری که کردی چی بود؟ یه چند روز بعدش کم فکر کردم که چی بنویسم براشون واسهشون نوشتم که آقا این اکانت واسه منه من فهد اینم این اینم لینک اینستاگرام هم لینک هم. توییترم هم. همه اکانت های منن اینا هر شماره تلفن هم اینه ایمیل هم اینه این اکانت مال منه و همونو ریجکت شدم دوباره دکمه اپیل برام باز بود دوباره درخواست دادم یه جور دیگه سری مدارک رو اضافه کردم مدارک خاصی نه داکیومنت یعنی توضیحات بیشتری دادم و دوباره هم ریجکت شدم و خب جایی توضیح نداده بود که دقیقا باید چه مدارکی با... به عنوان پروف of ownership بذاره یعنی اینکه نشون بدی اکانت مال توه اوکی چه مدارکی لازمه سایت های دیگه من میدونم اینجوریه که می نویسن دقیقا چی لازمه توی توییچ هیچ چیزی راجع به این قضیه نیست تایتل بن من شما تو گوگل بزنید هیچ چیزی راجع بهش نمیاره که آقا اصلا این چه جوری باید چه مدارکی واسش بذاری تو خود وبسایت توییچ هم همینطور یعنی جایی که نوشته بین علت شما بن شدید ننوشته چه مدارکی و آپلود بکنید که آن بند بشید و خب خیلی هم جالبه یه دونه صفحه براتون میاره که اینجا براتون میذارم فقط میتونید توش متن بنویسید یعنی حتی نمیتونید توش فایل اتچ کنید یعنی نمیتونید داکیومنت آپلود بکنید توش فقط میتونید توش توضیح بدید این تمام توضیحاتیه که تویچ به اون داد دکمه ای که میگه قفل میشه برای ساب میت کردن اطلاعاتت که بگی مثلا این اکانت مال منه اون واسه چه قفل میشه چه جوریه داستانش اینو هیچ موقع من خودم نفهمیدم تا به جدیدن که بعدا فهمیدم وقتی که ریجکت میشی بار اول دوباره واسه باز میشه ولی بار دوم که این اتفاق بیفته میشه سه ماه یعنی بعد سه ماه میتونی درخواست بدی و من بعد سه ماه دوباره درخواست دادم و ریجکت شد و بعدش شد بعد از 6 ماه که بعد از شیش ماهش رسید به همین الان که ما آلردی مثلا دو, دو, ماهه که بازه ولی خب این دو ماه داشتیم مدارک جور میکردیم واسه آپلود و آپلود نکرده بودم و دوباره رفتیم تو پروسه اپیل کردم دلیل اینکه انقدر طول کشید این پروسه اینه که هر شیش ماه اجازه میده تو اقدام کنی برای فرستادن اطلاعات و مدارک کلا تویش اینطوریه که شما وقتی ایمیل میزنید خیلی سریع سه چهار روزه جواب شما رو میده ولی اون تایملاین شیش ماه نه ماه سه ماهی که خودش دکمه رو قفل میکنه و اجازه نمیده تو مدارک آپلود کنی باعث میشه که طول بکشه پروسه بند شدن برای اینکه نشون بدی که آقا این اکانت مال منه این اکانت فردیکس و واسه منه این سری آخر هر چه مدارک آپلود کردی واسش مدارک این گوشه براتون میذارم همونطور که میبینید اولین روزی که من اکانت ساختم ایمیل برام اومده که آقا شما این اکانت ساختید و این دیگه مهمترین ایمیلیه که دیگه نشون میده این اکانت رو من ساختم پی دی افش از تاریخش همه چی دقیق خود تویش بهم پیام داده یوزرنیم هم رو عوض کردم ایمیلش هست دوباره یه بار دیگه کردمش فرد ایکس هست فالوورایی که تو سالهای مختلف من فالوور گرفتم و ایمیل برام اومده ایمیلشون هست پولایی که تویش بهم داده آمار استریمم سابسکریپشن هایی که خریدم اصلا یه دونه آیدنتیتی مدرکی هویتی گذاشتم براشون یعنی پارتنر شدم ایمیلش اومده یعنی هر چیزی که اتفاق افتاده من مدارک داشتم و واسهشون آماده کردم مهمترین سوال این سری آخر جوابشون چی بود بعد از چهار روز واسه هم یه دونه ایمیل اومد گفتن که شما یه دونه اکانت دیگه ساختید و ما نمیتونیم شما رو آنبند کنیم و این نقض قوانین ماست و اصلا این تو نیستی دوباره اصلا دیدت توی یه داستان دیگه که داستان اون اکانت دیگه منم واسه این بود که من اکانت ساختم که بتونم با پشتیبانیشون صحبت کنم راهی نداشتم با پشتیبانی صحبت کنم و این کار رو کردم که بتونم با پشتیبانی صحبت کنم ساپورت سرویسش اینجوریه که دوست نداره کلا کمک کنه بیشتر ساپورت در جهت ساپورت نکردنه انگار اصلا احساس نمیکنم که یه آدم اونجا باشه عملا یه باته که کاملا دیفالت جواب تو اونجا از پیش تعریف شده چرا حتی کسی که پارتنرشونه اینجوری ساپورت میکنن یعنی براشون مهم نیست چجوری داستان تویچ کلا نمیدونم که تویچ چرا همیشه در جهتی قدم برمیداره که اون کسی که داره براش کانتنت میسازه رو اذیتش میکنه حالا چه لحاظ پرداختی که این درامای های جدیدی که شده سر اینکه میگن آقا حجم پول خیلی زیادی داره میگیره قبلا هفتاد سی بود بعد هنی هفتاد درصد واسه کانتنت کریتور بود کردنش پنجا پنجا که داده همه در اومد و همین دیروز دوباره مثلا یه قانون گذاشتن که واسه کسایی که پارتنرن باید 350 تا ساب پولی داشته باشن که باز اون موقع بتونن 70 سی بگیرن یعنی دوباره قانون پارسالشون یه جوری پیچوندن که مثلا بتونن مثلا حرکتی بزنن و درامه خیلی زیادی هم شده واسه شون های خیلی بدی گذاشتن مثلا یه چیزی که خیلی خنده دار بود گفته بودن که مثلا تو نمیتونی بیشتر از 10 درصد صفحت مثلا 3 درصد از صفحت مثلا برند دیگه یا تبلیغ بکنی که کلا تو توییتر ترکید این قضیه و توی شما عذخایی کرد یعنی در این حد گنزت که من اینجا هم الان براتون میذارم دارید میبینید دیگه این اتفاق بند شدن واسه استریمرهای خارجی توی مثلا حالا تعداد فالوور بیشتر اتفاق افتاده دکتر دیسریسپکت اگه اشتباه نکنم توی دو سال پیش بدون دلیل بند شد و توی اینترنت هم هر سری هر چی بخونی راجبش حرفای مختلفی میزنن که حتی داکتر دیسترسپک اتفاقی که براش افتاد این بود که به خاطر کانکشن که تویچ با اکتیویژن و برندهای دیگه داشت دربه کریری بهش وارد شد و مجبور شد به روی یوتیوب استریم بکنه و این تنها استریمری هم نبوده که این اتفاق افتاده دیگه داکتر دیسترسپک جزو تاپ 5 دنیاست چرا خب ایمیل نمیزنی چرا زنگ نمیزنی بهشون ایمیل نمیشه زد بهشون کلا وقتی میری توی ساپورت میگه که شما انتخاب کنید که چرا میخواید با ما صحبت کنید میگیم خب به خاطر ساسپند اگه مثلا بزنم به خاطر چنج یوزر نیم، بعد بنویسم آقا من بند شدم جوابتون نمیده میگه برو افلانجا یه لینک به اسم وبسایت اپیل که عکسش هم اینجا براتون میذارم کلا شما فقط از اینجا میتونید آن کنید خودتون رو یعنی نمیتونید تکست بنویسی ایمیل بدی بگی این اتفاق واسم افتاده فقط و فقط جایی که روی اپیل هست همین میخوام به هم بگی که چه... چون من که دیدم چه حسی داشتی اون لحظه ولی میخوام بچه هم به اشتراک بذاری کل کامیونیتی و فن بیس من روی توییچ بود یعنی هر کسی که میومد روی یوتیوب اوایل از روی تویچ بود اینستاگرام من دقیقا با تعداد ها میرفت بالا و دقیقا از تایمی که توییچ من این اتفاق براش افتاد حتی فالوورای اینستاگرام هم, روش تاثیر گذاشت و توییچ جایی بود که خب مردم ایران پذیرفتنش به عنوان جایی که همه توش استریم میکنن و میرن توش باز میکنن آدمایی که جدید با تویش آشنا میشن و استریمر مورد علاقهشون رو فالو میکنن این خیلی ضربه بدی به من زد ضربه خیلی بدی به من زد شاید هر کسی دیگه جای من می بود کلا کریر کاریش کامل از من میرفت ولی من خب گیواب نکردم سعی کردم که باز این مدت استریم کنم روی یوتیوب پر انرژی کلی اتفاقا روزی هم که من بند شدم روی تویش اینو من هیچ فکر کنم جای نگفتم برداشت لایو استریم روی یوتیوب داشتم و لایو استریم خیریه هم بود و یکی از رکورد لایو استریم خیریه هم اون روز زدم با تعداد ویو خیلی خوب ولی میگم دیگه این تویچه ناراحتیش این بود که من کلی کلیپ و کلی فایل و کلی از شماهایی که مثلا تو من دنبال میکنید و از دست دادم اونجا دیگه شما اونجا نمیتونید منو ببینید این خیلی ناراحت کننده است و کلی اسپانسری خارجی داشتم که تمشون از بین رفت قاعدتا خب موضوع مالی هم خیلی موضوع مهمیه برای هر آدمی و اون امروش روش یعنی تاثیر یه استریمر همیشه استریمر میمونه حتی اگه پلتفرمش عوض شه. من انقدر خوشحالم که شما رو دارم اصلا مهم نیست که کجا استریم میکنم یعنی هر جا استریم کردم شما پاشید اومدید یعنی یه صفحه سفید بذارم بگم بیاید تو وبسایت سفید دات کام شما پا میشید میاید من هر جا هم که برم شما هستید و یه استریمر همیشه یه استریمر میمونه این از بین رفتنی نیست پلتفرم خیلی مهم نیست واقعا فکر میکنی که توییچ در آینده رقیبی پیدا خواهد کرد قطعا همینطوره به خاطر اینکه توییچ همین الان بازم میگم انقدر گند زده و پلیسی عجیبی گذاشته تو توییتر کلا همه دارن توییچ رو هیت میکنن و قطعا رقیب داره آلدی الان هم رقیب داره چه کسایی هیت کردن توی افرادی که شناس هستن یه اینجا براتون میذارم همونطور که میبینید نینجا نزدیک فکر میکنم 18 میلیون فالوور داره اگه اشتباه نکنم بزرگترین استریمر تویچه و این آدم راجع به قوانین جدید توییچ که مولتی استریمینگ اومده مثلا تویچ بن کرده و گفته کسی نمیتونه روی وقتی رو توییچ لایو بره جای دیگه مثلا رو یوتیوب لایو شه یا جای دیگه نینجا اومد به این گفت من اصلا پولی نمیگیرم از توی چرا باید نتونم چند جا لایو باشم من میخوام تو چند تا پلتفرم لایو باشم در صورتی که بقیه پلتفرم ها این قوانین رو ندارن و این بزرگترین اعتراضی بود که تو این چند روز افتاد و همچنین کلی از استریمرهای میلیونی تویچ هم راجع به همین پالیسی های پول پنجا پنجا, پنجا پولی که داره مثلا میده به استریمرها اونا هم دارن بهش اعتراض میکنن و یه گن که زده فعلا تویچ هیچ وقت نمیتونی استریم نکنی اصلا من یکی دلایلی که یکم قوه این مکالمه ما دست دادم همین استریم نکردن است چون من کلا نمیشه تو خونه آدمی هم که خیلی صحبت نمیکنم ولی تو استریم ها انقدر صحبت میکنم با مردم در ارتباطم اصلا حالمو خوب میکنه استریمه پس باید استریم کنم این یعنی هفته یه بار اگه استریم نکنم میترکم پس منتظر باشیم یه پلتفرم جدید استریم‌های خفنتر ویدیوی بعدی منتظرش باشید